میگم نهار بیام دنباله؟ نه قربونت. میریم همین رو برو فلافل میخوریم ما. نه خیلی لازم نکرده. غذای من بهتر از فلافله. حالا قهر نکن، میریم درکی شیشلیک میخوریم. برو با پیکارت. خودت هم ساندویچ نخوری یا؟ خیال کردی نفهمیدم ظرف غذا رو گم و گور کردی که بری ساندویچ بخوری؟ به نازگل جون سلام برسون. خفه شو بابا. سلام علیکم. دور میزنه شیروانی سفیده رو داره دور میزنه. منصور منصور امیر رفته اون طرف. لابنبار قباد اسماعیل لابنبار تو هم برو پایین راپله عباس اون راپله رو ببین پایین در داری یا نه. آقا توی لابنبار نیست. در امیر در رو ببندی. بچه های تو بازار چه؟ همه بیان سمتی همون نوا. توی زیر زمینم نیست. بیاین اینجا. علیرضا چی میبینی؟ برو روی دیوار بالای در وایسا ببین تو بازار چه خبره. زود باش. از این پشت در رفتی. خب بیا اینجا. مگه نگفتم همیشه اس بده؟ آقا اومدن دنبالم فرار کردم. موندم کف خیابون. یه چیز بگو به دردم بخوره. میرم اعتراف میکنم. میگم فریب خوردم. خوبه؟ اون موبایلو دور بنداز. ابله. به قرآن اگه به دادم نرسی میرم کلانتری خودمو تعبیر میدم ها. راست و سنی هر چی میدونم میگم. موبایلم میدم بهش. حرف بزن بابا لامصب. الان کجایی؟
روشن شد. موبایلش دوباره روشن شد. کجاست؟ همت پل حقانی. یعنی تا اونجا رفته ما اینجا الان بریم. بریم مرتضی رو صدا کنیم سریع. زب کن بینم. وایسا بینم. زب کن بابا پیاده شو با هم بریم. موبایل دور ننداختی؟ نه واسه چی بندازم دور؟ چیه؟ دو ساعت منو مشغله خودت کردی بازم دستورات داری؟ پای تلفن التماست کردم خیال کردی خرم؟ نه التماست کردم که خرت کنم، از اینجا به بعدم من میگم چیکار کنیم، فهمیدی یا نه؟ آه یه جوری نگاه میکنی خرابه نلبندش نگاه میکرد. مردی که من باز خاطر تو شدم تروریست، فکر کردی نمیتونم خودتو بکشم؟ میتونم. زود عصبانی میشی. بده بینم بابا. بگی بینم بینم. پس هم آدم کمکت کنم. این چقدره؟ این چقدر پوله؟ 20,000. همین یکی رو داری؟ یکی هم این پایین داری. خوبه من اینو برمیدارم، ولی 20,000 تا کمه، بیشتر میخوام. چقدر میخوام؟ 50,000 تا حد اقل. اینجا یه خارج؟ کی گفته من میخوام برم خارج؟ نمیخوای بری خارج؟ برم، من با تنها به تو نمیرم. اگه میخوای زنده بمونی باید بری، جایی هم که من میگم باید بری. نه بابا، که کجا باشه؟ اسرائیل. اسرائیل؟ فقط اونجا با صدام. میدونستم. نادر نزنی یکی رو بکشی. آقا شما از همه موتور سوارا خیلی خرکی میان. خیابون گل نبی. ببین معلومه هم نیست خودش پیش موبایلش باشه که. بله. اسرائیل اون چیزی که تو خیال میکنی نیست. دولت ما کسی که بهش خدمت میکنه هیچ وقت فراموش نمیکنه. جا همه چی وسط هست. اگر من نخواستی بمونی یه پاسپورت آمریکایی واسه جور میکنم و یه اسم رسم تازه و هر چی خواستی میتونی باشی. ولی من اگه جا تو بودم همونجا میموندم. جای قشنگی. اسمت چیه؟ جاسوس ها اسمای زیادی دارن. کجا دنیا اومدی؟ اصفهان. تا 7 سالگی هم اونجا بودم. من تا الان 40 سال اسرائیل زندگی میکنم. یه باغ بزرگ زیتون دارم با یه خونه خوشگل وسطش. انگلیسیت خوبه؟ عربی و ترکی هم بلدم، فرانسه هم بلدم. من فقط فارسی و ترکی بلدم. دو تا زبون که بلد باشی یاد گرفتن زبون سوم کاری نداره، مخصوصا وقتی که تو محیط باشی. تو تا حالا دروغ زیاد گفتی، برای چی باید حرفتو باور کنم؟ چاره ای نداری. وقتی خوب فکرشو میکنی میبینی چاره ای نداری. خیلی خب ببین، من فکرامو کردم، من جایی نمیرم. اگرم برم تو نمیفهمی. 30,000 دلار تا ساعت 5 امروز وقت داری جور کنی. اگه تونستی جور کنی که همدیگه رو نمیبینیم کاری به کارم نداری. اگر نه همین موبایلو میدم بچهای اطلاعات، اونا کارشون خیلی خوب بلدن. با همین 20,000 تا میرم سراغ زندگی. ها باز مثل خره داری نگاه میکنی که. بنال دیگه بابا، نمیخواد تو حرف بزنی. 30,000 تا رو جور کن، تا ساعت 5 وقت داری دیگه. اگرم تونستی تا ساعت 5 خودتو برسون اسرائیل، ناز شستت. بجم باشو. 10,000 دلار تخفیف میدی؟ چیه پول نداری؟ 20,000 دلار دیگه بهت بدم اون موبایلو میدی شرتو کم کنی؟ قبوله. اول موبایلو. بیست هزار تا این تو 40,000 تاست. تو یه گفتی 20,000 تاست. بشمارش، شمردن که بلدی. باز که خرابکاری کردی. آه
برات میگفتم یه خونه بزرگ دارم تو کریاچیمونه نزدیک لبنان، یه خونه خوشگل با آجرهای قرمز وسط یه باغ زیتون، 5 هکتاره، 2000 تا درختم داره، یه استخر تاکستانم داره، خشک میدیدش. عجله دارم 100 تومن بهت میدم اگر 10 دقیقه منو برسونی تشویش. 10 دقیقه 50 تومن هم بالا میدم اگر زودتر برسی. نمیترسی؟ امتحان کن. آقا مواظب باش نیفتی. دفعه اولم که نیست. عجله کار شیطونه. صفر بشی. من ساعتم رو کرنومت میکنم هر 2 دقیقه بهت میگم. لازم نیست. بچسبون زانو رو بچسبون نخوره. شرمنده ولی هر در داره خوشم اومد. بیا جایی نرو 10 دقیقه باش. خیلی باحال بود. من چند بار اربابامو فریب دادم. آدمایی که به طور طبیعی نمیتونن به اندازه یه الاغ باهوش باشن، حالا یکی از حیله هایی رو که به یکی از اربابام زدم برای شما تعریف میکنم. آدم ها نمیتونن تمام چیزهایی رو که یه الاغ میدونه بفهمن. آدم ها چی شده؟ ببین سعید من الان جلو درم. دروغ میگی. شاخانم چیه؟ خب بیا رو تراس ببین. مسخره نکن همین. چی شده؟ هیچی. بابا مادم بریم با هم نهار بخوریم. مگه من بیکارم؟ من نمیدونم دیگه، یه جوری بیا دیگه. ای داده بیداد، باز دوباره دیوونگیش گل کرد. آخه من چیکار کنم از دستتون؟ مرخصی ساعتی بگی. با سرعت رفتم رسوندمش قیطریه و بعد گوی درده با سلام میام.
ده دقیقه وایسادیم، اومد گفت حالا منو ببر میدون راهن، من بردیمش میدون راهن. داری من سیاه میکنی. بازی دیگه این دفعه نگفت تو برو، گفت نم نم برو، نم نم رفتی. خب چی دیگه، ساعت دیگه هم دار به جونه تو سعید، من دروغم چی؟ گفت ازت خوشم اومده، با مرامی با معرفتی، خلاصه تلفن گرفت و میخوام باهات کار. بیا حلال زاده است، حالا اسمس داده. این یارو خلافه. آه؟ آره. چی میگه؟ نما سه و نیم جلو متروی منیریه باش. چی داری مینویسی براش؟ دارم مینویسم با اجازتون امروز با گرلفرندم رفتم ددر، دیگه هم کار نمیکنم. امروز دیگه کار نمی کنی؟ بله. بنویس اصلا دیگه کار نمی کنی. اصلا لازم نکره جوابش بدی. گوشو بده ببینم. سعیدی من ببینم. تو جواب ندم که بعد بیادبی میشه. بیادبی باشه. خب اصلا میزنم یه هفته گرفتارم. یه ماه گرفتارم. چیکار داری میکنی سعیده؟ تو مخه تاب داری. نکن خانم، چرا پاک میکنی؟ عمل خوبی نی. یارو تلفن منو داره. دلش میخواد زنگ میزنه. حق نداری بهش جواب بدی. برای چی حق ندارم؟ مگه ازش میترسم؟ نه. از من میترسی. شد یه حرفی. بله من واقعا از شما میترسم، به خصوص وقتی داری نگاه میکنی. حق نداری جوابشو بدی. سعید یارو سفیر و سرگردون میمونه تو خیابون. بگو به جون بچه‌مون. باز شروع کرد. من کی به تو دروغ گفتم الان بخوام قسم جون بچه‌مو بخورم؟ بگو به جون بچه. هر دو استخوان حلقوی جلوی گردن شکسته و در اثر خم شدن آنها به داخل، عضلات نگهدارنده لوله تنفسی نای را به داخل کشیده، راه تنفس را مسدود کرده و باعث خفگی مقتول شدند. خونریزی داخلی زیاد نیست و هیچ گونه کوفتگی یا کبودی و زخم در هیچ یک از اندام‌های مقتول مشاهده نمی‌شود. خون مردگی‌های نشی که بعد از چند ساعت در جنازه ایجاد می‌شود هنوز مشهود نیست. بنابراین با اطمینان می‌توان گفت که مرگ در اثر انسداد مجرای تنفسی به دلیل ضربه وارده در ناحیه سیب آدم اتفاق افتاده است. لحظه گوشید. بریم. می‌توان احتمال داد که مقتول غافلگیر شده و به طور غیرمنتظره ضربه را دریافت کرده است. بنابراین احتمالاً ضربه وارده کار یک حرفه‌ای بوده است. بقیه‌اش هم دیگه مهم نیست. باشه. فقط بهشون گفتی تشکیل پرونده ندارن؟ میگم مشکل قانونی داره. حق دارن. باید نامه از دادستانی براشون ببریم. گفتم میاریم. تو برو سمت بازارش شاپور ببین میتونی چیزی بفهمی راجع به اون بنده خدا. 4 سال پیش یه سال زندانی بوده. واسه چی؟ زورگیری. یارو مادرش گفت. نه بابا، مادرش که همش گریه میکنه، میگه بچه‌م مرده. میگه به دلم برات شده بچه‌م مرده. برات شده؟ آره به خدا. بچه‌ها چی بهش نگفتن، خودش فهمیده. همش گریه میکنه، میگه من میدونم بچه‌م مرده، شما چرا بهم نمیگی؟ فکر کردم نمیای. نه دیگه، وقتی میگم میام میام. دلت میخواد یه جا بریم بشینیم بس فالده بستنی بخوریم؟ میگن نمک نداره. مهمون من باشه. مهمون تو عزیزم. خب شروع کن. ها؟ میگم اون پیشنهاد روزی 1 میلیونی چی بود اسمس دادی؟ ببین من کاسه کوزم، کاسه کوزه اینترنتی. میدونی چیه؟ آره، ولی اینترنتیشو نشیده بودم. اینترنتیش هم همونه. من پول برنده رو میرم بهش میرسونم، پول بازنده رو ازش میگیرم. حالا قمارتون سر چی هست؟ سر هر چی، فوتبال، کشتی، والیبال، هر چی که سایت اعلام کنه. خب کسی که میخواد قمار کنه باید یه معرف داشته باشه تا ضمانتشو بکنه. بعد یه کد میگیره. کدو که گرفت میتونه حد اکثر تا 50,000 دلار رو هر تیمی که بخواد شرط بندی کنه. 50,000 دلار؟ بله. یعنی چی؟ همینطوری خالی خالی؟ لازم نیست طرف چپش رو کنه؟ ما فقط یه تحقیقاتی میکنیم بعد ببینیم اوضاع چجوریه دیگه. همین. آها، یعنی مثلا یکی مثل من که بچه هفت چناره خونش اونجاست بخواد بیاد وسط راش نمیدین ها؟ راش که نمیدیم هیچ، به معرفش میگیم بابا این گدا گشته ها چیه دور خودت جمع کردی.
بی خود فکر و خیال نکن. این پولا واسه آدمایی که ما باشون کار میکنیم هیچ. صفر. یه صفر از جلوی حسابای بانکیشون برمیدارن. چند روز بعدم یادشون. تا حالا چند نفره کردین تو گونی؟ هشت. این پول داره انقدر ترسونه که با یه اسمس تهدید تو جا میزن. اونتها قضیه وقتی جدی میشه که پای پلیس بیاد وسط. یا مثلا جواب اسمس های ما رو ندن. بعد میریم دم در خونشون. از پشت آیفون با خانواده‌شون صحبت میکنیم همه چی رو توضیح میدیم. اونتها همینم فقط یه دفعه اتفاق افتاد. بعدش چی شد؟ هیچی. زنگ زد گفت پولتون حاضر بیان بگیرید. ما گفتیم شاید کلکی تو کارشه. اینقدر تو شهر چرخوندیمش تا خیالمون راحت شد. بعد پشت یه چراغ قرمز رفتم تو ماشینش. پولو گرفتم پریدم پشت موتور. وقت موتور سوار قبلی چی شد؟ ما فقط سه ماه بیشتر با موتور سوار کار نمیکنیم. منتها تو این مدت انقدر پول در میارم که نخوان راننده کسی باشه. این اسمش حمید مفتونه. آره میشناسمش. موتور سواریش از اون خوباس. تیغی باز هم تیغی با موتور؟ آره با جمعه هم یه تپای گلدش مسابقه میده. یه دفعه هم من باش مسابقه دادم. ها؟ برد. این واسه اینه که شما دست با چلفتی هستی. بچه شدی؟ چهار تایی اومدم باسم. عبدالله فرحبخش. نمیشناسم. حسین علی خانی. نه اینو بچه من چه کجا هم؟ حسین قزلباش. آها اینه. این از اون آدم ناراحت هست. خیلی شره. با همه بچه ها کتککاری کرده. چونه من؟ چونه تو؟ دارم زده؟ بیش خیال هاشم. تو اینگوری ما رو دوست نداری یا؟ آخه نکه شما خیلی هم دوست داشتنی هستی؟ آنجره تا اسد رضایی. نه با اینا رو کجا گیره بردی؟ تو رو انداختی؟ الو عکس اون خدابیامرز رو پیدا کردم. چطوری؟ دوربین آبربانک رو تخلیه کردم. دارم میام دفتر سرچ کنم. الو سلام. سلام. موبایل تو چرا خاموش کردی؟ خاموش نکردم، شارژم تموم شد. چرا پس هنوز خونه ای تو؟ خب بابا تازه رسیدم، اومدم لباس عوض کنم دیگه. چقدر دیر میکنی آخه؟ بابا مامان میگه همیشه وقتی میان که باید تو شام بخورید و برید. خب بابا مسافر داشتم، الان گازشو میگیرم. لازم نکرده گازشو بگیری. خب گازشو ول میکنم. خوشی آقا جونت کارت داره. بده. سلام حمید آقا. به آقا جونم جلدی اومدم. همینه مخواستم بگم. مخواستم بگم تون نرو. چشم اونم رو چشم. هیچ عجله نه. اینجا موبایلش روشن کرده بود؟ نه. پس از کجا فهمیدی از این خیابون رد شده؟ دوربین 5 تا آبربانک رو ترک کردم. 800 فیلم تماشا کردم. 1000 تا آدم رد شده. یکی با همین حساب پول بگیری که دیگه هیچی عزا میگرفتم. چرا؟ واسه اینکه وقتی که جلوی آبربانک وای میسه آدم های پشتش ماسک میشن. فیلم ابدیت رو یک روز دیدی؟ آره. عمرن اگه دیده باشی. چشت کور وظیفت بود بعد میدیدی. حالا اینو ببین. اینه؟ ببین این 4 دقیقه بعد از قتله. خب اینجا 200 متر با محل قتل منصور فاصله داره. 200 متر هم که خیلی راحت میشه تو 4 دقیقه اومد. خب اینجا هم که این 20 دقیقه قبل از قتل منصوره.
مگه اسرائیلی تو؟ زمان قتل از کجا فهمیدی؟ وقتی ما رسیدیم بابا مرده بود، ولی از کجا معلوم کی مرده بود؟ یه دقیقه قبل از اینکه شما برسید موبایل منصور خاموش شد، درسته؟ یعنی موقعی که دیگه زنده نبود که خودش موبایلشو خاموش کنه. فهمیدی؟ نمیفهمی، نفهمیدی، ذاتن نفهمی. یه بار دیگه بگو. نمیفهمیدم. بابا بیدار میشه. سچنده بابا بذار خوب نگاه کنن. 4:20. باید دیگه بیدارش کنم. بابا بذار تا اذان بخوابه دیگه. بابا خودش گفت کار مهم پیش اومد بیدارم کن. میشناسینش اینا؟ بله که میشناسم. 10 ساله تمام میخوایم سایه‌شو با تیر بزنیم. حالا با پا خودش پاشده اومده ایران. لبنان بوده؟ آره، لبنان، تاجیکستان، افغانستان، ترکیه، سوریه. این یوهان نتانیاهوه. نتانیاهو؟ نخست وزیر اسرائیل؟ اون بنیامینشونه. آقا این کسر خواهد داره. من معذرت میخوام. بنیامین نتانیاهو دو تا برادر داره که همراه با خودش تو سایرت مدکل خدمت کرده. سایرت مدکل؟ آره، سایرت مدکل. این سه تا برادر اصلا خدمتشون تو سایرت مدکل بود. برادر بزرگتره 40 سال پیش از این تو عملیات فرودگاه انتبه اوگاندا کشته شد. این کوچیک است. یوهان. چیکار می‌کنی تو؟ آقا این سایرت مدکل رو دارم سرچ می‌کنم. خواست خودم بپرس. من بهترم یا اینترنت؟ آقا ما مخلصیم، بفرمایید. شوخی کردم کار تو. سایرت مدکل بالاترین سازمان اطلاعات نظامی اسرائیله که از موساد هم جداست، فقط هم از شخص نخست وزیر دستور میگیره. خجالت کشیدی؟ فارسی رو کجا یاد گرفت آقا؟ تو سایرت مدکل. آره، این داداش بزرگی است، یوناتان. از ویکی‌پدیا درآوردی؟ بله آقا. خوش قیافه هم بوده. آره، جوان ناکام. 1976 نوشته این عکس، یک کم قبل از مرگش گرفته شده. اینجا هم 30 سالش بوده. یه داداشم داشتن به اسم آیدو. ببین راجبه اون چی میتونی پیدا کنی؟ پیداش بکنم آقا. این هم فرم استخدام سایرت مدکل. فرم استخدام؟ حقوق چقدر میدن؟ از وقتی اوباما گفت ما به اسرائیل گفتیم که ترورا رو متوقف کنه، هیچ حرکتی نکرده بودن. آخری هم که خود نتانیاهو شخصا منکر شد. خب اونو که دروغ گفته بود. بله، اما اوباما هم میدونه یا نمیدونه؟ یعنی ممکنه ندونه؟ همین، اگه اوباما ندونه یعنی دستگاه جاسوسی امریکا نمیدونه. اگه دستگاه جاسوسی امریکا ندونه یعنی موساد هم نمیدونه. موساد پر خبرچین امریکاییه. وقتی ما توشون خبرچین داریم، امریکایی‌ها 10 برابر ما دارن. یعنی نتانیاهو موساد رو دور زده؟ اگه اینطور باشه اون موقع معلومه که باید یه نفر بفرسته. یه نفر که در وفاداریش هیچ شکی نباشه. یه نفر که بشه وجودش هم تکذیب کرد. مثل همین برادر خودش. آقا ببخش. ولی فکر نمی‌کنین ذهنی شدین؟ نمی‌دونم. خیلی کنجکاوم بدونم. داشت ابو چی کاره ایم؟ داریم میریم سراغ یکی که نمیخواد تامون بده. باید یه اختاری بهش بکنیم. میگم بکه ای میخواد بیاد بیرون؟ چه میدونم؟ شاید تا زور بخوابه. پولدارا خوب میخوابن. بس به حال پولدارا. بیا. چیه؟ $5,000. سه تاش ماره، سه تا ماموریت آیندته. دو تاش هم واسه اینکه این موتور نو بخری.
موتورو که داشت تازه نو خریدم. مهم نیست، ردش کن بره. موتوری هم که میخری سند مند نزن که سریع بتونی آبش کنی. هر دفعه خودم 1000 تا بالا میدم. خیالت راحت باشه داش، وکالتی میخرم. ولی تریل نباشه. روتشون. این دلارا رو تبدیلش نکنی ها. چطور؟ یعنی که دلار داره گرون میشه دیگه. نه بابا. بله. اومد. داش بپر بالا. این که زن بود که. مگه من گفتم مرد بود. به جنب ولی بشین نزدیک نشه. حالا چقدی باخته؟ 25000 دلار. برو بهش برس. برو سمت راستش. یه جوری که بتونم این جبر بشه از کنم بود سختش. چی توش اسیده؟ ها؟ میگم اسیده؟ اسید چیه دلت بسه؟ برو بهش برس. دارمه. برو. چی بود؟ نباش زیاد تنده رو. میگم چی بود؟ هیچی، نامه فدای چوان بود. از کی تا الان نامه فدای چوان میذارن رو صف ماشینا؟ میگم هیچی نبود. برگرد خودت نگاه کن. آره که برمیگرد. خیلی خوب، حالا برو سر اصل مطلب. اصل مطلب اینه که دوست دارم. به نداری. دوست هم نداری. بچت هم دوست نداری. اگه دوستمون داشتی وقتی جون بچت رو قسم خوردی کلک نمیزدی. سعید جون اگه میخواستم کلک بزنم الان اینجا نبودی. تو پارکه داشتیم فلافل سق میزدیم. چه کلکی؟ حمید رفتی تو کار خلاف. من میدونم نگونه. یارو شرخره. اداها چیه در میری سعید جون؟ میگم شرخره، ابولا که نداره شرخر. بالاخره باید یکی پول طلب کار رو از بدهکار پس بگیری یا نه؟ اصلا اگه شرخر نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، همه شیرازی امور میرزه به هم، کسی به کسی پول قرض نمیده. سنگ اصلی بنای تمدن بشر رو دوش شرخره. این هم شاید باشه. چی کار میخوای بکنی؟ من یه قرار نبود سیگار نکشی. حالا میخوام بکشم. بی خود. اون سیگار بده من. بچه تو راهی رو از همین الان میخوای دودیش کنی؟ همین چی کار داری میکنی با زندگیمون؟ چی کار دارم میکنم سعید؟ چی کار دارم میکنم؟ تو زیادی داری شلوغش میکنی. چی کار داری میکنی با زندگی این بچه که هنوز به دنیا نیومد؟ ترمز کن سعید جون. میگی بعد یواش یواش امرت مشتبه میشه که آره از آسمون یک مصیبت بزرگی نازل. عزیز من چی کار دارم میکنم؟ میخوام کار کنم، پول دارم. اون خونه فسقلی تو با یه خونه کمتر فسقلی عوض کنم. میخوام کار کنم، پول دارم، ماشین بخرم. میخوام پول دارم اگه زنم نرفت سر کار. بدبخت نشین. من بدبخت هستم. کارشم نمیشه کرد. از وقتی طلاق گرفتم بدبخترم شد. بابام نفرینم کرد، بدبختم شد. بابا سعید جون تو رو جون امام زمان گریه نکن. بابا یه روز اومدیم تو رو هم گل بگیم، گل بشتو بگیم. بلش کن بیخیال. بیخیال نمیشه سعید جون. یه حرفی رو میزنی تا آخرش بگو دیگه. الان من بدبخت باید یه اون فکر کنم ببینم بابای خدا میامرزه. باش دوست دارم بپیش دوست بپیش. من بدبخت باید یه اون فکر کنم که بابای خدا بیامرزه سعیده. چرا سعیده رو نفرین کرد؟ یه سیگار بده من بگیرم. مسخره بازی در نیار دیگه. سعید جون به خاطر من قضیه نفرین چیه؟ بعد جوری رفته تو مخم.
وقتی طلاق گرفتم بابام این آپارتمان رو واسم خرید، گفت اینو برات میخرم واسه اینکه مجبور نشی خودتو بفروشی. گفت واسه اینم هست که دیگه پاتو تو این خونه نذاری. گفت ازت راضی نیست، خدا هم ازت راضی نمیشه. از اون روز تا وقتی مرد دیگه ندیدمش. خدا رحمت. دیگه فقط مونده حکم دادستانی که بتونیم پیامک هایی که توشون کلمه ساعت و ایستگاه هست رو ثبت کنیم. باشه بگه دیگه. زیاد ارزی نیست. با اجازه ثبت کنم کارت دارم. من ایوب در خطره. ایوب؟ برای چی ایوب؟ فکرتو به کار بندازای نابغه. ایوب راجب این چه پیغامی داد؟ رمزش هم خودت باز کردی. ایوب گفت سه ماه پیش این تو سوریه اسیر داعش شده. میدونی ایوب کیه؟ نه، چرا باید بدونم؟ من فقط پیغامهاشو باز میکردم. حالا لازم نبوده بدونی. ایوب منشی مخصوص بنیامین نتانیاهو. وای، مگه میشه؟ شده بود، اما خب حالا که دیگه سوخ رفت به کارش، باید بیاریمش بیرون. باید باش قرار ملاقات بذاری، اگه لازم شد بیاریش ایران. من؟ برای چی من؟ چون من تو این هیروگیری نمیتونم پاشم برم میروم. بعدم تو این 3-4 ساله 4 بار باش قرار ملاقات داشتم. اگه الان تحت نظر باشه واسش امکان مرگ داره. من تا حالا از این کارا نکردم. هر کاری یه دفعه اولی داره دیگه. حالا چرا ایروان؟ دایی مادر ایوب یه پیرمرد تو ایروان. واسه ما کار میکنه. هر وقتم که میخوایم مریض میشه. این پیغامون تو ایروان میگیره واسه ایوب ایمیلش میکنه که یعنی بیاد سری ملاقاتش. این رمز ملاقات. بالایی یعنی ملاقات فوری، پایینی هم یعنی ایروان. بله. راستی. ایوب زنه. اسم واقعیش هم ساراست. سارا. الو. سلام قادری جان. خوبی؟ مخلصیم. یه زحمتی داشتم برات. آره دیگه، سلام گرگ بی‌تمنی نیست. آقا این یادداشتی هستش که شما شنبه ها می‌نویسی. خب یه دو تا جمله هستش که این هفته باید به اون یادداشت اضافه کنی. می‌نویسی؟ آره عزیز جون. سار از درخت پرید، دوران تازه رسید. آره. نه نه نه، میتونه پشت سر هم نباشه. آره مثلا سار از درخت پرید و ابتدای مطلبت بنویس، دوران تازه رسید و انتهای مطلب بنویس، یا مثلا اون دوران تازه رسید و وسط مطلب بنویس، جمله اولت هم بذار آخر مطلب. آره حالا ببین خودت کجا به جا میده دیگه. فقط یه مطلبی حواست باشه کلمه ها اصلا جا به جا نشن. آره عزیز جان. یه چیز دیگه این که یه کامنتی میاد برات. خب یه کامنتی میاد به اسم پریوش 125. آره اینو اصلا پاکش نکنیم که بعد رمزشو بشکنیم. پریوش 125. آقا خاک بازی نکن، دل به کار بده. حالا با جنازه باید چیکار کنیم؟ هیچی دیگه، تماس بگیریم با خانوادش بیان برای شناسایی کف و دفن. نمیدونم، هر کاری سلام میدونین انجام بدین. ما دیگه با اون خدا بیاموز کاری نداریم. شماره ای از خونهشون داریم؟ بله الان میدم خدمتش. بفرمایید بشینید. من یه چیزی دارم که شاید به درد شما بخوره. این چیه؟ بلکه ماشین سرقتی رو توی سطل آشغال انداختن رفتن. آدرس حساب ماشین رو گرفتی؟ بله الان دارم میرم سراغش. ببینم این از اون مدل ماشین است که اینترنت داره؟ نمیدونم، فکر نکنم، بستگی به مدلش داره. خب بپرس ببین داره یا نداره. چه کار میکنی اوسکو؟
روز یه منو نفر تو تهران من مسئله میدم فلان ساعت بیادن فلان اسکای مترو. اینطوری هم نیست. برنامه نویسی بلد نیستی الکی حرف نزن. تو خوبی. درگت بازی نگاه کنم این چیکار دارم میکنن اینا. نصف تو هم. سلام قربان. سلام بگزاده هستم. شاید به شما مربوط نباشه. اما من گزارش گرفتم دیروز توی تهران چند مورد سرقت پلاک ماشین داشتیم. سارقینی که ما میشناسیم پلاک ماشین نمیدازن، خود ماشین رو میدازن. شماره هاشون یادداشت میفرمایید؟ ایران 66 شاید هم هر ست پلاک رو خودش دوزیده باشه. من میگم به پیدا کردن ماشین فکر نکن، به این فکر کن که چرا دوزیدتش. آخه اصلا مطمئنم نمیشه گفت یه کار یوهان بوده. ولی اگه یه همچین ریسکی کرده یعنی این ماشین میخواسته دیگه. ماشین شاسی بلندم لازم داشته، یعنی لازم بوده بره کوه بیاره. احتمالا میخواسته بره زیر خاکیشو در بیاره. پس خدا به خیر کنه دیگه. نه ترس، فردا پنجشنبه است. یکی بخواد کارمند دولت رو ترور کنه که پنجشنبه جمعه این کارو نمیکنه که. هیچکی نیست؟ گنج در آورده؟ گنج چیه بابا؟ گنجی که اینجوری در نمیاره. یه هرچی بوده ما بودن اینجا چار کرده، حالا هم اومده درش آورده. اگه درش آورده کجا رفته؟ چرا با ماشین نرفته؟ اون عقب رو نگاه کن، هرچی هست همین توه. این توی جعبه هست، گلی هم هست. دیدی گفتم؟ هرچی کس گذاشته همین تو. میدونی؟ اگه میدونی بشکنم پنجره رو. همین توه دیگه، اگه این تو نبود در ماشین رو قفل نمیکرد. برو بابا تو هم فکر کنم چیزی فهمیدی. اگه این تو نیست پس کجاست؟ درش آورده ببری یه جای دیگه چار کنه؟ نمیدونم، شاید هم برده باشه. اونجا رو نخره، اینو بشکن. اگه چیزی توش نبود باید بگی گوه خوردم. بی خود چهار سال پیش وقتی مجید شهریاری ترور شد، خیلی ها باور نمی‌کردن که این جنایت کار آمریکا و اسرائیل بوده. ولی تو این چهار سال خیلی از مسائل آشکار شد. خود نتانیاهو، اولمرت، اوباما در مصاحبه‌ای که کردن اعترافایی داشتن. اوباما در یک مصاحبه گفت که ما به اسرائیل گفتیم ترورها رو متوقف کنه. این یعنی چی؟ جلیله. یعنی اینکه ترورها رو اسرائیل انجام داده بود. بله. آقا به نظرم پیداش کردن. یکی از این موتورسوارای مسافرکش از دوشنبه تا دیروز 6 تا پیامک براش اومده. هر کدومم از یه شماره و یه موبایل متفاوت. پیامک هم فقط آدرس مترو بوده با ساعت. آدرسش هم گیر آوردی؟ خب اسمش چیه؟ خیلی باحالی جلیل. یه چرت بزن به حساب من.
دختره رو میگم دیدی؟ الکی الکی چجوری تو فیلم گرفتار شد؟ خوبه دیدی؟ حالا بگو دختر. بابا جون دختر تو این دور زمونه مکافاته. شیش تون یواسه تو باید جمع کنی یه وقت کسی برامالا سرش نهره. حالا باز اگه دومی دختر باشه یه حرفی یه داداشی داره که بالا سرش وایسه. حالا همچین پسر بزرگ کردن هم کار آسونی نیست. چرا والله؟ به خصوص اگه پسر ما باشه. فقط حواسمون باشه وقت برامالا سر کسی نهره. حالا دختر یه عمری زحمت بکش پول در بیار خرجش کن بزرگش کن مواظب باش کسی بلایی سرش نیاره بعدم که بزرگ شد بگرد یه مرد مطمئن خاطر جمع پیدا کن بیاد یه بلایی سرش بیاره والا مرد مطمئن خاطر جمع مگه اصلا همچین چیزی پیدا هم میشه والا من اگه دختر داشتم هنوز به دنیا نیومده همین الان با شوهرش تو ذهنم دعوام میشد راستی دوشنبه بعد بریم تست قربالگری قربالگیری؟ میخوای بچه منو علق کنی؟ بله بله و کف؟ صد دفعه بهت گفتم شازده پسر ما هیچیش نیست بعد به دلت راه نده وای پناه با چیشو؟ چیزی نیست خسته شدم بشین سعید جون ما دوشنبه میریم نیم میلیون تومانم پول خرج میکنی که بدونی به خاطر پولش نمیگم حالا کی گفت نیم میلیون؟ حالا گور پدر مال دنیا هر چی منظورم اینه که میریم کارامونو میکنیم ولی اگه دکتره یا تست گفت بچه‌تون گوشاش به اندازه گوش خر دراز شده بازم به بچه‌مونو نمیندازیم فهمیدی ببین همه زنای بالای 35 سال این تست رو باید انجام بدن خیلی خب ما میریم انجام میدیم ولی بچه‌مونو نمیندازیم حالا کی گفت بچه‌مونو بندازیم آفرین پس میریم یه خورده پولامونو میزنیم به زمین گرمو برمیگردیم کیه بله سلام علیکم سلام علیکم آقای مفتون بفرم لطف کنین یه دقیقه بیاین دم در ببخشید شما از وزارت اطلاعات چی شد هم؟ هیچی دوباره بالا هرم میام بفهم. آقای مفتون ما خیلی وقت نداریم. شما لطف کن خودت ماجرا رو از وقتی که شروع شد برامون تعریف کن. بی کم و کاستم تعریف کن لطفا. باشه چشم. فقط چی رو باید تعریف کنم؟ من حقیقت پیک موتوری هم مسافرکشم. ببین آقای مفتون. بذار یه چیزی اول بهت بگم. من یه چند روزیه که درست نخوابیدم. بنابراین یه کمی خستم. شاید هم یه کمی عصبی باشم. ممنون میشم اگه خودت همه ماجرا رو واسمون تعریف کنی. منت میذاری سر من و همه بچه‌ای که اینجا هستن و اون بچه‌ای که پایین وایسادن معطل. خانم، شما هم زحمت نکشید ما چایی نمیخوریم. لطف کنین بیان شاید به همکاریتون احتیاج پیدا کنین. آقای مفتون، ما واسه جرم و جنایت معمولی نیومدیم. به اونام کاری نداریم. ما در مورد جرم مربوط به امنیت ملی کار میکنیم. امنیت ملی که میدونی یعنی چی؟ بله. وای خاک بر سر. آقای مفتون انگار خانمت میدونه امنیت ملی یعنی چی؟ بله میدونه. خانم لطفاً به این آقاتون بگی ما رو اینقدر اذیت نکنه. حمید حرف بزن بهشون بگو وگرنه خودم میگم. من میگم شما چای رو بریز من همانگش. آقا ایشون شرخر شده. یعنی شرخر نشده بابا یه شرخر کار میکنه. آقای مفتون قصه شرخر که میدونی به درد ما نمیخوره. اصلا اذیت بگو. حالا راستش شرخری که نی. قماره. قمار اینترنتی. حقیقت ما هم این وسط کاسه کوزشیم. کاسه کوزه یعنی چی؟ کاسه کوزه دیگه بحثای مالیش توم دادن و گرفتن و تقسیم پولا رو میگم. نه شما واسه کاسه کوزه کار نمیکنی. و
واسه دولت اسرائیل کار میکنی. ببینید دوستان، وقتی این آدم اومد تو تور تعقیب، این تعقیب و مراقبت ممکنه چند شبانه رو طول بکشه. نکته که خیلی مهمه اینه که قیافه هیچ کنون شما رو نباید دوبار ببینه. همیشه این فرض رو داشته باشین که این آدم خیلی باهوشه. یعنی به معنی که قیافه یکی از شما رو ببینه، اون آدم سوخته. باید برگرده پایگاه، بسش رو تحویل بده بره. آقا یه اسم بذار روش، صداش کنی. بله، دکتر. اسمشو میذاریم دکتر. هیچ رقمه نباید بازداشت بشه؟ اصلا شما درد نکنید دیگه. من میگم حتی نباید بو ببره تحت نظره. حرف زن. چی بگم؟ برای تست صداتی چیزی که آقای کامرانی صدا تو بشنوه. آه چشم. الو سلام آقای کامرانی. سلام به روی ماهت. بله شنیدم. گوشی اذیتت نمیکنه؟ نه نه راحتم. برو. کجا برم؟ با شما نبودم عزیزم. شما دقت کن از این به بعد اگه من باهات حرف زدم جواب منو نمیدی. این میکروفون واسه اینه که من بتونم صدای حرف زدن تو و دکتر رو بشنوم. فهمیدی؟ چشم حتما. ببین ببخشید حواسم نبود. نه از تو مأمور در نمیام. بخوای آبروی ما رو پیش دکتر ببری. حمید جان این دکتر آدم خطرناکیه. اگه بهت شک کنه سعی میکنه جناب عالی رو بفرسته اون دنیا. فهمیدی؟ خوبه انگار یه چیزایی فهمیدی. عباس. بله بگوشم. خانم مفتون رو بیدار کنیم بفرستین سر کار. آقا قهر کرده در اتاقش هم قفل کرده. آقای مفتون پاشو پاشو برو بگو غلط کردم دیگه هم دروغ نمیگم. ببین تو گوشت حرف میزنم جواب منو ندی. پاشو دیگه. پاشو از دلش درار بفرسته سر کار. باید همه چی طبیعی باشه. آدم به زنش دروغ نمیگه. اگرم گفت یه جوری میگه که لو نره. با من باش لطفا. گروه یک، گروه دو، گروه سه اسکای قیتری حرکت کن. گروه یک و دو سه اسکای قیتریه حرکت کنید. گروه یک، گروه دو، گروه سه، گروه یک و دو سه اسکای قیتری باشه ماشاءالله حرکت کن. آقای مفتون ببینم از خونه شما تا اسکای قیتری با موتور چقدر راهه؟ حرف بزنم؟ بله اما بار آخرت باشه. 14-15 دقیقه. خوبه اینطوری میتونی خانومت هم بذاری سر کار. خانومم میگه امروز نمیرم میخوام مرخصی بگیرم. باشه ایرادی نداره. فقط بهش بگو تحت هیچ شرایطی با تلفن تو تماس نگیره. اصلا بگو با بچهای ما بیاد ستاد، اینطوری از احوال تو هم میتونه باخبر بشه. این سومین باره که اینا جلو مترو قیتری قرار میزنن. سلام. یه دفعه سه شنبه صبح، یه دفعه هم چهارشنبه بعد از ظهر. حسابی مفتون تو کوچه پس کوچه های الهیه گردونده. من پشت سرشم رو پله برقی آخره. هر دو دفعه شم هول و هوش چهارراه حسابی بوده و میدون تختی و خیابون مقصود بک. دفعه اول جلو این ساختمون وای میستن، 10 دقیقه میره تو، بعد میاد بیرون. تو این ساختمون 2-3 مطب دکتره، یه دونه هم دفتر وکالت. عزیز کا اومد بیرون. اینم گراف حرکت‌های قبلیه. بچهای گروه یک سوژه داره از ایسکا میاد بیرون. من نمیدونم اینا چرا گیر دادن به این منطقه. من رو پل آبرم میتونم ازش عکس بگیرم. عکس لازم نیست آقا جون، رو پل آبرم توقف نکن. بیا پایین زودتر برگرد پایگاه. یعنی میگی داره تو این منطقه میگردونتش که کوچه پس کوچه رو بشه بده. من اینجوری فکر میکنم. به نظرم بعد از حراست انرژی اتمی بپرسیم کسی از دانشمنداشون تو الهیه زندگی میکنه یا نه. همین جا اینا چرا عقب افتادن ازشون؟ آقا ما قراره حرکت اینا رو آنلاین ببینیم. شماره 7 خودتو برسون پشت سرش. بچه گروه یکم برگردن پایگاه. خوبه از این دیگه نزدیکتر نشد. لازم نیست سایه به سایه تردوش کنیم. گوشی همین جان ازش بپرس مأموریت امروز چیه، کجا داری میری؟ بلنده پرس کجا میری؟
برو بهت میگم. نه منظورم که داستان چیه؟ میریم یه نفر رو تنبیه کنیم. یه نفر که فهم کنه خیلی خیلی زرنگه. آقا مثل اینکه قضیه داره جدی میشه. تلفن خونه و همراهش رو بهم بده. همراه راننده‌ش هم واسم بفرستی. آقا پرسین کی میاد راننده؟ آره عزیزم. همینجا؟ آره. آقای مفتون، اینجا که توقف کردین جلوی یه کوچه بن‌بست به اسم صالحی. تو این کوچه آدمی زندگی میکنه که رفیقت خیال داره ترورش کنه. یا من صبحونه نخوردم، گشنمه، میخوام برم شیر کیک بخرم. میخوری؟ برو بگی. آقای مفتون، داریم الان با خودشون تماس میگیریم تا نذاریم از خونه بیام بیرون. شما هم خونسردی تو حفظ کن، گوشت هم با من باشه تا بهت بگم باید چی کار کنی. یعنی چی بچه رو نمیگیرینه؟ کجایی تو؟ بابا من فاصله دارم ازش، اومدم تو بقالی. میگم این اگه قراره کسی رو ترور کنه خب بچه رو نمیگیرینه. الان نمیتونم بهت بگم. عجب بابا من بدبخت، ببین گرفتار شما شدم. داشته دو تا شیر کیک اومده. عباس و علیرضا بچه‌ها. نه زهری میگه من شما رو نمیشناسم. پرش مستقر کنی، مفهومه؟ سلام آقای دکتر. سلام علیکم. آقا شما لطف کنین نیم ساعت از خونه بیرون نرین، آقای کاشانچی باهاتون تماس میگیره. این قضیه ترور چیه؟ مانوره؟ نخیر آقا مانور نیست. آقای کاشانچی تماس میگیره بهتون توضیح میده. آقا من کار دارم. 10 دقیقه دیگه راننده‌ام میاد دم در دنبالم. دکتر جان شما خبر دارین 10 روز پیش به مهندس باقری سوء قصد شدیه. اذیتمون نکنین. به خودش که سوء قصد نشد. به ماشینش سوء قصد شده. اونم لابد مانور. شما لطف کن از خونه بیرون نرو، آقای کاشانچی تماس میگیره توضیح میده. آقای کاشانچی کیه؟ من کار دارم. دکتر جان الان دوتا موتور سوار سر کوچه تو منتظر شما هستن. سر کوچه؟ بله. شما هم حتما دارین آنلاین میبینینشون. بله. خب چرا دستگیرشون نمیکنین؟ الان چرا بازداشتشون نمیکنین؟ الان نمیتونم توضیح بدم. دوره ترور گذشته. ترور مال دوران احمدی نژاد بود. تا کی باس اینجا علف شد؟ چطور مگه؟ حمید جان یه چیزی نگی که مشکوک بشه. اصلا هیچی نگو تا من بهت بگم. چطور مگه؟ ترتیب یارو رو چجوری میخوای بدی؟ یه چیزی میچسبونی رو سقف ماشینش. اسید مسیل فلا. یه چیزی تو همین مایه. چطور مگه؟ یعنی میگم کارتو کردی من گازشو میگیرم دیگه. آره. آره. حمید جان حواستو جمع کن، خرابکاری نکنی تو کارمون. بهت گفتم این آدم خطرناکیه. این چرا اینجوری میکنه؟ از آقای کاشان خواهد یه حرفی از یارو بکشه ما بشنویم بیگناهش ثابت کنیم. آقا من الان رسیدم به محل، دارم میپیچم تو کوچه آقای ظاهری. بله الان دو نفر رو میبینم که وایسادن سر کوچه، یه موتورم کنارشون. من الان دارم از جلوشون رد میشم میپیچم تو کوچه. زکی اینکه دولتیه؟ پس همین دارم بهت میگم آقازاده است، رئیس شرکت دولتیه. قیافش هم شبیه حزب الله است. الان میاد بیرون میبینیش. آقا من همین الان میتونم جفتشون رو بازداشت کنم. نه برادر من، ما اینجا خودمون نیرو داریم. اگه میخواستین نیم ساعت پیش گرفته بودیم. شما فقط لطفی بکن از ماشین پیاده نشو. حرف گوش نمیکنه که. به عملیاتی بگو آماده باشه. ببین آقای مفتون، برای ما ثابت شده است که شما از اصل ماجرا خبر نداشتین. کسی که قرار بوده ترور بشن بیرون نمیاد. حالا نگران جون خودتم. پس جون مادرت زبون به دهن بگیر، حرف زیادی هم نزن، ببینم چه غلطی میتونم بکنم. چه غلطی میخوای بکنی؟ با منی؟ با کیم؟ اسید میخوای بریزی رو سقف ماشین دولتی؟ آقازاده رو ادب کنی؟ جون ما اینجا چیزی نوشته؟ نکنه ترسیدی؟ قیافت ترسیده، من اسید چی نمیترسم؟ میگم چه غلطی میخوای بکنی؟ اسید نیست، بمب درسته؟ یا پیدم گیریم که بمب باشه. چقدر میخوان؟ چندی میدی؟ این تو 40,000 دلار. مرد حسابی 40,000 تا؟ پول خون خودم و زنمه. 40,000 تا؟ بعد این ماجرا فکر کردی دیگه ما میتونیم توی این خراب شده بنشین؟ 40,000 تا. خداحافظ. نمیخوای من تجربه ببری؟ نه، برای اینکه ازت خوشم نیمد، یعنی از حرکتت خوشم نیمد. آدم بی‌معرفتی هستی. ببین من خودم هم خیلی دل خوشی از اینا ندارم،
10 سال پیش داشتم رو اعدام کردن، 2 سال آزگارم تو زندوناشون بودم. اگه آدم صادقی بودی راست میگی. بابا این تک بزن دو تا خواهر بده. یه خواهشم ازت دارم، مرد باش دیگه، ما زنگ نزن. عزت زیاد. آقا بچه‌های عملیات 100 متر باش فاصله دارن، چیکار کنیم؟ عملیات کنسله، فقط تعقیب و مراقبتون هم با فاصله. حمید جان عالی بود، عالی، تبریک میگم. آقا پرحله، از ما راضی هستی؟ باریکلا حمید جان. من با اجداد یه سر برم خونه ببینم سرم دیوونه میبونه نشده باشه. یه چیز بگو ببینم، این میدونه خونه شما کجاست یا نه؟ والا تو دم در خونمون اومده ولی بالا نبردمه. خونه نرو. مگه نگرفتینش؟ نه هنوز عزیزم. ای بابا بچه رو نمیگیرینش بابا. شما بیا اینجا وسایل ما رو تحویل بده، بعد بهت میگم. منو دور زد رفت بالا به سمت ایستگاه کریمزک منتظر قطار. خسته نباشین، شما آف شدین، تشریف بیارین تجهیزاتو تحویل بدین. اینم رو پیاده اومد ایستگاه همت سوار شه. منظور ایستگاه همت خلوت‌ترین ایستگاه تهرانه. یعنی میگی شک کرده؟ شک حتما کرده. من موندم چرا موبایلشو دور نمیندازه. خب شاید خسته است داره اشتباه میکنه. خود از دهنت بشنوه. نیروهاتو به صف کن، عملیاتیارم آماده باش بده، این بازم ضد تعقیب بزنه. بله. چند تا از مامورم سوختن؟ 14. چی؟ خب بابا خودت داری میگی از الهیه تا همت پیاده اومده دیگه. همه توجه کنن، سوژه به هیچ وجه نباید هوشیار بشه. اگه گمش کنین بهتر از اینکه بفهمه تحت نظره، مفهوم بود؟ اگر ضد تعقیب زد به هیچ وجه دنبالش نمیرین. دوستان هیچ گونه ابتکار شخصی لازم نیست، شما فقط یه حداقلی رعایت کنین کافیه. لطفاً اینا رو که نمیشه پخش کرد. چرا؟ برای اینکه به محض اینکه منتشرش کنیم میفهمه امروز لو رفته، حمید آقامون میسوزه. خب حمید آقامون که همین الانم هم سوخته. چرا همچین فکر میکنی؟ یعنی آقا انتظار دارید این دوباره به حمید زنگ بزنه؟ انتظار که ندارم، من فقط بالا سر از خدا، این پایین از شما دوتا انتظار دارم. من که هیچی، شما هندونار زیر بغل ایشون بزنید. یه دوتا عکس از فیلمایی که هفته پیش از آبربانک در آوردی بله. از اونا درست کن. چشم. یه نیم ساعت میرم اداره و میام ببینم توی مدت میتونیم گمش کنین یا که چه. آقا خیالتون راحت، ما بیداریم. یه روز ما انداختش توی سد آشغال. هر کس توی ایستگاه مترو اعلام موقعیت کنه. تو برو دنبالش. ببین اگه میتونی بدون جلب توجه، دقت کردی بدون جلب توجه، برگرد روزنامه رو تو سد آشغال در بیار. موبایلش اینجاست. دیدی گفتم. خاموشش هم نکرده. هر کس تو سالن هستی جلو در آسانسور اعلام موقعیت کنه. داره خارج میشه از ایستگاه. از کدوم خروجی داره میره بیرون؟ ببخشید داره خارج نمیشه، برگشت. برگشت به طرف تجریش. از گروه 6 و 7 هر کس دیده نشده بره رو سکوی سمت تجریش. من نمیدونم این مترو رو مثل کف دستش میشناسه. آقا مگه چند وقت تهرانه؟ آقا این در میره دستم. این فهمیده تو تور تعقیبه. انقدر زده تعقیب میزنه تا همه مامورا رو بسوزونه در بره. معلومم نیست. از کجا معلوم؟ اصلا شاید کار همیشه شه. من پای سرشم. سوار شد. من تو واقعاً جلویم. یه نفر هم باش. جنگی میخری؟
سلام آقا کامرانی، بفرما بالا. سلام، مزاحم نمیشم، یه چند لحظه بیا پایین. چی شد آقا کامرانی، بازداشتم؟ نه عزیز من، بازداشت چی؟ پس بیا بالا یه چایی تازه دم بزن، نمک نداره. بفرما. سعید داره میاد بالا. خوش اومد آقا کامرانی. میگم میگفتین بچه هم تشریف بیارن بالا ها، جلو در خیلی خوبیت نداره. نه لازم اونا پایین باشن. خوش اومدی. سلام خانم، ببخشید بعد موقع مزاحم آقا کامرانی. ببخشید نفهمیدم برای چی لازمه پایین بیستن، مگه نگرفتینش؟ نه فرار کرد. فرار کرد؟ یعنی الان منتظری که بیاد اینجا؟ ترس نداره که، ما عکسشو دویم روزنامه ها چاپ کردن. استقیت زروه تاکسی رو بده گنا یس قرار دوز اصلا هلو هلو نایس تو میت یو اوکی گو اون آی شو هی داز ان انگلیش آی ام شور هی نوز انگلیش اند آی ام شور هی از مای مادرز انکل سوری دی دیدنت منشن دات من فارسی هم بلدم پسر جون. یکی از تفریحای آرمانی اینجا اینه که شبای شنبه جمع میشن تو ایوون، دور همو فارسی حرف میزنن. فارسی، آرمانی، انگلیسی، عربی، 4 تا زبون. 6 تا. روسی هم بلدم، زبون کلیار هم بلدم. زبون کلیار؟ زبون کلیار چیه؟ زبون کلیار زبون مادری ماست آقا پسر. ما در واقع کلی هستیم. اما 70 سال پیش پدر ما را به زور جهود کرد. جنگ داشت تموم میشد و رفتار آمریکایی‌ها با جهودا خیلی بهتر از رفتارشون با ما کلیا بود. اینه که اوراق گرفتیم و جهود شدیم. بابام آدم زرنگ افخطی بود خدا بیامرز. این سارم تنش خوره به تنهای بابام. They are not a Jew literally. Not for real. But I go to synagogue every Saturday. Okay. I'm here to warn you. You're in danger. How? And how did you know it? Oh, this is Yohan Netanyahu. Did you get him? No, but we're working on that. This is not the point. Is he in Iran yet? I like to think so. The point Why is you're in... Why do you think so? This is nonsense. I'm ordered to help you to come to Iran. I will not come nowhere with you. I'll go back. Don't worry. There is no danger there. You're so suspicious. I'm not informed. And I will not. این به این سادگی راضی نمیشه آقا پسر. این اگه برگرده میندازنش زندان. چرا نمیفهمه؟ چرا بفهمه؟ اونجا زندگی داره. شریک زندگی داره. این ازدواج کرده؟ ازدواج هم داره یواش یواش میکنه. او ویلا. من سه شنبه بعد برگردم تهران. حالا کوتا سه شنبه یعنی چی؟ ببین آقا من نمیدونم، هر جوری شده اینو راضیش کن برگرده. این اگه با من نیاد پدر منو در میاره رئیسم. اه جان خجو جان چی؟ تا سه شنبه میتونی دو شب ببریش بیرون؟ چیکار کنم؟ شکمتو صابون بمال، ببریش بیرون برای شام، شاید نظرش عوض شه. منم داماد مسلمونو به داماد جهود ترجیح میدم. این اصلا فارسی نمیفهمه. خاطر جام فقط همین یه عیب و کم داره. سلام عمو جان، به موقع زنگ زدی. دختر عمو رو پیدا کردم ولی قبول نمی کنه با من بیاد. نه راضیش کردم تو ایروان بمونه بر نگرده خونه.
حالا قرار شد خونه دایی بمونه تا تصمیمشو کامل بگیره. بله باشه باشه. ساعت 9 میرسم. قربون شما. من انجام میدادم. من تو همه منطقه خوزستان خدمت کردم. سرقز، کامیاران، نوار مرزی. بدا هم یه پسر رو داری؟ خب نه، دو تا دخترم دارم که نیز شما هستن. ولی ای عزیز سلام. سلام. بهش اسمس داده پیشنهاد پول کلون کرده. کلون یعنی چقدر؟ 20,000 دلار. الان کجاست؟ نگفته چی میخواد؟ نمیدونم، فقط اسمس داده گفته بهم زنگ بزن. سلام حمید جان. آقا بچه رو نمیگیرینش. من نمیفهمم آخه این چه بازیه شما دارین سر من در میارین. من که حقوق بگیره شما نیستم. درسته من طالب حقوق ندادم، اما هیچ وقت هم ازت نپرسیدم که از طرف چقدر دلار گرفتی. شما لطف کردی، به ما کمک کردی، جون خودت هم به خطر انداختی. ما هم یه چیزی زیر سیبیلی رد کردیم دیگه. داشت ببخشید، شما یه جوری صحبت میکنی انگار چقدر پول بوده. با پولی نبوده که. ولش کن، حالا مهمترین چیز اینه که به زنگ بزنی ببینی چی میخواد. آقا کرده 40,000 تا. البته میدونم چی میخواد. میخواد خودشو برسونه به مرز. ما هم نمیخوایم بگیریمش. اگه تو داوطلب بشی و بهمون کمک کنی خیالمون راحت. حالا گیرم ما شدیم داوطلب، چقدر میدی؟ چقدر میخوای؟ من از شما پولی نمیخوام، ولی هر چی از اون طرف گرفتم مال خودم. یعنی حداقل 40,000 دلار. 20,000 تا. نه خیر، 40,000 دلار. آخرین پیغامی که واسه فرستاده رو یه نمیدونم. اصلا گیرم 40,000 تا. و الان دستمزد یه هنرپیشه درپی 40,000 تا. یه زن بچه من باید یه نون بخورم. اگه قیمتو بالاتر برد چی؟ خب بره، پول خونمو دارم میگیرم. خب دیگه خودتو لوس نکن. والا دیگه پول خونمه دیگه. مگه شما نگفتی طرف مثل جیمز باند آدم میکشه؟ میگم من به جون بچه‌م، اگه به خاطر بچه‌م نبود اصلا وارد این بازی نمی‌شدم. مگه تو بچه داری؟ یه تورایی دارم آقا. نمیدونم، اگه فکر می‌کنی خطرناکه از خیرش می‌گذریم. من خودم یه کاری می‌کنم. نه باشه، فقط شما با سعیده صحبت بکن، من حقیقت دروغ مروغ دیگه نمی‌خوام بگم. سر در نمیارم. این از صبح تا حالا خودشو تو سینما قایم کرده بود. الان با چه جرأتی همچین جای شلوغی قرار گذاشته؟ چون اینجا از 6 طرف راه فرار داره. با این ترافیکی هم که داری میبینی، نه با ماشین میتونی بری دنبالش نه با موتور. فقط باید بدوی. حالا مگه این بابایی چه میتونه بدوه؟ ببخشید. این بابایی 50 سالشه. تکاورم هست. اگه لازم بشه بدوه به گرد پاشم نمیرسی. آقا من اومد. سلام. سلام جلال خالق. چطوری؟ جلال خالق چطه؟ چرا به هم ریختی؟ به هم نریختم داشت، مثل سگ ترسیدم. چرا؟ چرا؟ تمام روزنامه عکستو انداختن، کل شهر پخش شده. وقتی به عقل ناقصت نرسیدی اینجا خلوتتر از اینجا قرار بذاری. ببین یه کاری باید دارم. میخوام برام یه ماشین بخری، یه وانت. 10,000 دلارم بهت میدم. 2,000 دلارشم خودت بردار. دست دو دیگه. دست دو 9. تا فردا وقت داری. وکالتی هم بخری. تا فردا؟ هرچی زودتر بهتر دیگه. همین امروز برو دنبالش. فردا زور بهت زنگ میزنم. اگه ماشین خریده بودی یه جایی خلوتتر از اینجا قرار میذاریم، ماشین تحویل میدی، بعدش هم خلاص. پولش یه تو را بهت میگم. ای دل غافل. ببین دست دوم دیگه. باز میگی دست دوم. نکنه میخوای یه وانت در پیت بخری پولا رو واسه خودت برداری بری؟ دک خدا وکیلی داشت چیزی واسه میخرم تا خودت تل‌آویو باش بری. بابا این عجب جونه بری.
ببخشید خانم، من معذرت میخوام. نه حق با شماست. شما ببین من چی میکشم. البته خیلی خوب بازی میکنه. اونجایی بود که گفت من ترسیدم مثل سگ. نزدیک بود باورم بشه، اما خب نترسیده بود. اگه از بعضی چیزا میترسید واسه اون بهتر از این بود. اینا کادیلاک هم نرمتره، یعنی نرمترم میشه، فقط دوتون بار میخواد. اینم سویچ. چند خریدیش؟ 40 تا. انگار یه 3-4 تایی گیرد اومد. اخده کمتر. بشین ببینم چی خریدی. قدیمی ها رو چقدر فروختی؟ آره نفروختمش. نمیخوای بفروشیش؟ چطور مگه؟ لازمش داری؟ من نه. آبا چی؟ میگم پول مولی چیزی لازم نداری؟ پولت زیادی کرده؟ آره. چقدر میخوای؟ داداش ما رو برسون دم موتورمون، شما رو به خیر، ما رو به سلامت. میخوام یه پیشنهادی بهت بکنم، نتونی رد کنی. فیلم زیاد میبینی؟ گادفادر شدی واسه ما. آره فکر کنم گادفادر. آخه نیستی. حمید جان کل کل نکن، بذار ببینم چی میخواد بگه. چقدر میخوای؟ آخه واسه چی؟ تو چی میخوای؟ خب میخوام ببرم تو خارج. ببریمون؟ آره دیگه، هر دوتونو، هم تو هم خانومتو. نمیخواستیم بری خارج؟ حمید قبول کن. من دیوونه؟ احمق قبول کن، وگه نه میکشتت. اصلا سوارت کرده که اگه لازم شد بکشتت. قبول کن و زود از اون ماشین پیاده شو. کی بهشون نزدیکتره؟ عباس چقدر فاصله داری باشون؟ حالا خودم شاید بیام، ولی زنمو نمیذارم بیام. خودت که باید بیای. بابتش پول گرفتی. من بابت اینکه با تو بیام پول گرفتم؟ آره که گرفتی. تو فکر کردی من بدون تو با این وانت میرم طرف مرز بعد تو هم بری من لو بدی؟ بعد چه شدی واسه چی تو رو لو بدم؟ برای اینکه خوب که فکر کنی میبینی که چاره ای نداری. چون دیر یا زود مامورا میان سراغت. اینطوری از پاداشم میگیری. منم بودم این کارو میکردم. ببین اگه نیای من همینجا پیاده میشم، این وانت هم بهت میبخشم. اون وقت باست دعا کنی از کشور خارج نشم، چون اگه بشم دیر یا زود میان سراغتون و تو و خانم تو هر دو رو سر به نیست. حمید قبول کن از اون ماشین پیاده شو. اسرائیل دستایی درازی داره پسر جون. اسرائیل دستایی خیلی خیلی درازی داره. حمید باور نکن، از اون ماشین که پیاده بشی دیگه همه چی تمومه، بقیه‌اش با ماست. حالا دیدی یه پیشنهادی کردم نتونستی رد کنی. همه نیروها هر جا هستن خودشون رو برسونن به صد ورودی شرق به غرب تونل. حالا چقدر میدی؟ چقدر میخوای؟ تموم شد عزیزم، خلاص شد. چی رو خلاص شدم؟ کجا خلاص شدم؟ به زندگی من برادر من. آروم باش حمید جان، خودتو کنترل کن. چی رو کنترل کنم؟ جون زن بچه‌ام در خطره. مگه نشدیم؟ 2000 جون آدم ها برای تو مهم باشه بابا. بیا اینجا حرف میزنیم. بیام اونجا بابا. داد نزن عزیزم، ما الان نزدیکیم بهت میرسیم. نمیخواد به من برسیم. برسیم با چیم که داره راست راست و خیابون راه میره. شما باش گرگم به هوا باد که سرعی بازی میکنین. چرا نمیگیرینش؟ سوار شو عزیزم، با هم دیگه میریم. آقا چه حرفی داریم بزنیم بابا؟ وایسا بهت میگم وایسا. چه مارگیده تو؟ ترسیدی یا داری بازی در میاری؟ باز چی بازی در رم؟ حمید من پرونده تو رو خوندم، میدونم چند دفعه سر این دعوات رفتی کلانتری، میدونم سر این موتور سواری که میری جمعاتیقی میزنی چی شده که افتادی زندان، حتی میدونم پهلو تو میدون گمرک چاقو خورده، حتی میدونم کجا و چجوری ماشین آتیش زدی. آره عزیزم من همه چی رو میدونم. خب چه چی واسه میخوای آتو بگیری؟ نه خیر، واسه من مظلوم نمایی نکن. تو آدم شری هستی. از کی تا حالا اینقدر ترسو شدی ها؟ من وقتی زن گرفتم بابا از خاطر خودم نمیگم که، از خاطر زن بچه‌ام دارم میگم دیگه. یارو گفت دست اسرائیل درازه دیگه. غلط کرد. به جون مادرم به خاطر شما نبود، همون تو وانته زده بودم گردنش رو شکونده بودم دیگه. عزیز من هر چی بود تموم شد، رفت به کارش، به خیرم گذشت. برو خونه بزنتم بگو همه چی تموم شده است.
اگرم بهت زنگ زد دیگه جوابشو نده. بقیهش با ماست. آقا دوباره گمش کردین چی؟ ماشاءالله شما که دست به گم کردنتون ملسه که. به فرض محالم که ما گمش کردیم، فکر می‌کنی اینقدر آدم بیکاریه میاد تو رو بکشه یا سعیده رو؟ خودش نمیاد. لازم نیست خودش بیاد. میگم اصلا کاشکی نمیگفتی من ازش پولا رو بگیرم. اگه پولو نمیگرفتم شاید دیگه کسی نمیفرستاد دنبال من. چقدر داد؟ همون که خودت لفظ اومدی مام تلقین کردی گفت 50000 دلار داد. خودت گفتی میگه 50 تا دیگه. آخه من یه چیزی گفتم که نده. حالا که داد اینا ها 5 تاشو داد. باقیرم گفت پس فردا میدم. تازه میگم مرسلت چین 50000 تا مضافه بر سازمان میدم. آقا کامرانی، آقا من باش میرم. چی؟ آقا من باش میرم. میگم آقا زنم ترسید نیومد. این 5000 تا از من میترسی که لوت بدم؟ منم که باهاتم هی حاضر. شما غلط میکنی، من مسئولیت قبول نمیکنم. آقا مرتضی، تو رو مرتضی علی این کارو با من نکن. مسئولیت قبول نکن آقا با من. حرف زیادی داری میزنی. آقا مرتضی، دارم بهت میگم اینا دین و ایمون ندارن. زن و بچه‌م حالشون نی بیرحم. دارم بهت میگم کار شما تمام، بقیه‌اش با ماست. برو پی کارت. دیگه هم تو کار ما دخالت نمیکنی. آقا مرتضی، تو رو قربان یدن وایس بابا ما رو ول نکن اینجوری برو. اونا دین و ایمون ندارن، شما که داری بابا معرفتم خوب چیزیه. آقا من میخوام فداییت شم، باید کیو ببینم؟ احمق، نمیفهمی چی داری میگی. این آدم شما پاتونو از سر بذاریم بیرون میکشتت، خلاص. آقا مگه من پشم نو کردم؟ دمت گرم، بده من پولو. اذیت نکن، فقط به سعیده هیچی نگو. نمیشه چیزی نگو. چرا نمیشه آقا؟ دو روز غیب میشم تمام. اگرم شهید شدیم که چی؟ برم بگم خانم ببخشید ما آقاتون رو ایف و میل کردیم، عین این صد تا ریخته تو این شهر، یکی دیگه شو بردار. ببین دیروز که خواستی باهاش حرف بزنم فقط ازم یه شرط خواست، دروغ نگم. همین. خب دروغ مصلحتی بگو. من میگم اصلا نمیخوام تو این ماموریت باشی، حالیته؟ باشه، خودم میدونم چی بشه. آقا کامرانی، میگم اصلا نمیخواد شما چیزی بگی، من خودم حلش میکنم. منم میام. لا لا، این حرف آخرم، یا منم میام یا نمیذارم تنهایی بری. آقا کامرانی شما یه چیزی بگو. من که گفتم اصلا نیازی نیست هیچ کدوم باش برین، اما اگه اصرار برفتن داری دو نفر بهتر از یکیه. وقت ببخشین، چرا بهتره؟ خانم من که میگم اصلا احتیاجی نیست باش بریم. خب آره، من میترسم که برم، ولی اگه قرار باشه از فردا هر لحظه منتظر باشم که بیان و ما رو ترور کنم بیشتر میترسم. اصلا نترسین، این آدم الان تحت نظره، اون ماشین هم ما کامل تجهیزش کردیم، هیچ هم لازم نیست باش بریم. آقای کامرانی من حتما باید برم عزیز من، وانت تجهیز شدن به هیچ دردی نمیخوره. آقا من اگه جواب تلفنشو ندم سراغ وانت که نمیره هیچ، آب میشه میره تو زمین، شما هم نمیتونی پیداش کنی. اون وقت میای میگی بقیهش با ما، بقیهش با ما. آقا قربونت برم، به من یک کلام بگو واسه چی نمیگیرینش، حداقل بگو بدونی. نمیتونم، اگه بهتون بگم موقع ممکنه تا آخر عمر در خطر باشی. جلال خالق، آقا کامرانی برادر من، این فیلما رو برای ما در نیار. چه جوریه بدونیم در خطریم ندونیم در خطر نیستیم؟ فقط یه چیزی میتونم بهتون بگم، منتظریم رمز برگشتش رو بفرسته، اگه جوابش واسش بیاد اون موقع میگیریمش. خب کی میفرسته؟ هر وقت که احساس کنه امنه، هر وقت که بدونه تا 24 ساعت بعد خودشو میرسونه به مرز. یعنی اگه پس فردا ما بریم سر قرار و اونم رمز رو بفرسته شما دستگیرش میکنی؟ بله خانم. خیلی خب، تکلیف معلومه دیگه، منم میام. آقا کامرانی من نفهمیدم این وسط دو نفره برای چی بهتره؟ چون تو تنها دیگه به دردش نمیخوری. اون خواسته یه خانم با چادر گلدار و یه ظاهر دهاتی تو ماشین باشه که پوشش خوبیه. تو اگه تنها بری فقط واسه اینکه لوش ندی میبردت. اولین جای خلوتم که برسه میکشد. مگه بتونه آقا کامرانی دیگه؟ یه جوری راحت میگی مثل که ما چوب سفیدیم ها. به فرض محالم که نتونه، بازم کار ما خراب میشه، چون مجبوریم وارد عمل بشیم بگیریمش. اما اگه دو تایی باشیم تا دم مرز جایی که قاچاقچی بیاد دنبالش سعی نمیکنه بکشتت. تموم شد، راه منم میام. آقا مرتضی شما مطمئنی؟ واقعا میخواین کارو انجام بدی؟ خانم مفتون اگه اصرار به اومدن داریم باید اسلحه هم کنیم. باشه، اگه لازم شد باید تیراندازی هم بکنیم. خب باشه. همین جان، به شما اسلحه نمیدم، درسته بهت اعتماد کرده اما شاید حواس کنه بخواد بگردت دیگه. خانم مفتون شما تا حالا تو زندگی که تیراندازی که نکردی؟ خب معلومه. مهم نیست، یاد میگیری. دو روز وقت داریم که اونم وقت زیادیه. البته گوش خانما یه خورده حساسه. یه 200-300 تا تیر بندازین اونم عادی میشه حله. باشه فقط. چی رو هی میگی باشه باشه؟ بس که عقل و کلت نیستا. هی میگی باشه. عقلت سر جاشه. اصله هست. وقتی میگی باشه یعنی لازم شد باید در بیاری، بذاری رو شقیقش ماشه رو بچکونی. مایکل کورلیونه شده برای من. شلوغش نکنی آقا. خانم اصلا هم اینجوریا نیست. ببینید
زمانی که لازم شد شما شلیک بکنی فقط باید حواست جمع باشه که یه فاصله از سوژه بگیری که با دست یا پا نتونه به اسلحه حمله کنه یا خیز ور نداره اسلحه رو بگیره. بعدش هم بلا فاصله به سر و سینه هی پشت سرم شلیک میکنی. همین کار یاد زنم. سعید خانم بفرمایید. این مال شماست. این چیه؟ قابلتون نداره. آقا اینه؟ ایوه. آه این که خیلی گرونه. البته باید ازتون تقاضا بکنم فعلا ازش استفاده نکنین چون ممکنه درد سر بشه. پس فردا شب که رسیم استانبول لباسای برازنده براتون می‌خریم. یعنی از دهنش برید؟ نه الان دلیل نداره برای پیمکاری. اگه بهشون شک داشتم بهشون نزدیک نمی‌شد. الو سلام عباس جان. همه بچه‌هات رسیدن؟ بله آقا. جلوه هم گفت تا نیم ساعت دیگه خودشو میرسونه. حرکت بده. میخواد بره استانبول. پس باید بریم ارومیه. ببین فقط مواظب باش همه چیزو چک کن. اینا گیج و ویجن. نریم ارومیه که بگه سرمه نیوردم یکی بگه چاش نیادم رفتم. بله چاش. میتونم یه سوال خصوصی بپرسم؟ آره بپرس. اون خونه‌تون رو چند فروختین؟ بچه شدی دلت خوشا. من دو روزه میشه خونه فروم. نشو؟ نه. پس چیکارش کردی؟ دوکالت دادم به زنده هاشم. همون داده شده که اعدام کردن؟ آره. سعید خانم اون هدیه که براتون گرفته رو از جعبه در بیارین خودتون رو باش مشغول کنید. همین تو تر چیکار کرده بود که اعدامش کردن؟ همینطوری محض خنده. اما بگو سعید خانم این از دروغایی بوده که حمید واسه خر کردن یوهان درست کرده. اگه ازتون چیزی پرسید بگین قضیه مال 10 سال پیش بوده. حمیدم دوست نداره راجبش صحبت کنه. ببین داداش من خیلی علاقه ندارم راجب این موضوع صحبت کنم. اون دفعه هم کفرمو بالا آوردی یه گوی خوردم. تو رو قرآن دیگه کفر ما رو بالا نیار. باشه حرفای قشنگ میزن. اون موبایلتون چند میفروشین؟ داز دوباره پولات زیادی کرده. آره پول واسه خرج کردن دیگه. سعید خانم اون موبایلتون چند میفروشین؟ من تلفنم نیبردم. حمید گفت نیار منم دادمش به جاری. جاری؟ آره دیگه جاری دیگه جاری. جاری یعنی همون زن بردشوهر. زن بردشوهر. بابا اینا جفتشون دیوونن. آقا جون ما 20 دقیقه داریم تا تبریز 30 دقیقه تا ارومیه. آخر چی شد؟ بریم تبریز یا بریم ارومیه؟ عباس جان فعلا فرودگاه تبریز بشینین من منتظرم. هنوز پیغام برگشت رو نفرستادم. ای بابا آقا مرتضی این آقای دارسن میگه حداقل 24 ساعت وقت میخواد. چیکار کنم؟ برها باید صبر کنیم. الان دارم بیرون زنجان توی رستوران غذا میخورم. اما من خودم هم موندم. اگه اینجا نخواد پیغام بفرسته دیگه کی میخواد بفرسته؟ بچه با یه سلفی چطوری؟ بگیریم حاضر؟ ابخند مرسی. ایوالا ببین خوش دست درد کنه داشت. عالی خوبه؟ بله داشت میخوای بذاری تو فیسبوکت یا اینستاگرامه؟ نه بابا میخوام بفرستم شستم با امیر. داری میشنوی؟ بله آقا شنیدم. الان میرسم جلو رستوران یه نفرم فرستادم داخل. گوشیه تلفن یا گوشکوبه؟ آنتن هم داره سعیده. نهیدی؟ یه موبایل بعدش میومد. داره دوتا دوتا داره. حمید جان این یه تلفن ماهواره‌ایه. میخواد باش رمز برگشت رو بفرسته. ما منتظر علامت تو میمونیم. به محض اینکه رمز رو فرستاد جوابش هم گرفت بهش بگو یکی از اون سیگار جیگولیات میتونم بکشم. همین بچه ها میگیرن شما هم خلاص. سلام. سلام قربان. خوش آمدین. بله بفرمایید من خدمتتون. امیر آماده عملیات باش. چشم آقا خودم میرم با قباط. اسماعیل تو رستوران. خیلی مواظب باشین. احتمالش زیاده که باش کپسول سیانور باشه. اولین کاری که میکنین فکشو باز نگه دارین. اول خل سلاحش کنین بعد نذارین فکشو ببنده. منم تا 30 ثانیه دیگه اونجا. آمپول زد سیانور کجاست؟ باید پیش خودتون باشه. بله. من داشتم زیر صندلی. بده من.
راست یه دونه این سیگار جیگولی یاد میدیم آبادش خودت بره با اجازه سعید خانم حمید اگه اسلحه در آورد فقط بخوابین رو زمین بیا درشو باز کن تمام شد دستم رو داخل کرد سیانور داشته نه؟ جلقه داره نه آقا نه موبایلش کجاست؟ آقای مفتون موبایلش کجاست؟ تو ساکر چرا گاز میگیری تو؟ اگه سگی شیطون بابا اینکه انبار مهمات دارم خیلی ما رو دنبال خودت کشنده آقای نتانیاهو شما ها دیگه خودتون مرده تصور کنید ببین آقای گاتفو داری بار دومه داری منو زنم رو تهدید میکنی ها اجازه بده دادا اجازه بده برادر اون سیبیل مسخره تو از رو فانه تو بخم نه کن آقا ما این قیافه رو لازم داریم ما حالیت نیست که بازی رو باختی از حالا به بعد تو مرده به حساب میای عزیز فیلم این دوربینای من دابستتون هم لطف کنید کش دستم رو داغون کرد آقا ما داریم میرسیم ارومیه نظرتون هست برم این رستورانی سر گوشی آب بدم این نهاری هم بخورم باشه عزیزم یه چنجم جای من بخور آقا فکر کنم واسه فردای 10-15 تا سی لشکر لازممون بشه برو رستوران رو ببین من امیدوارم که خیلی جای بزرگی نباشه میتونم سازمان ارومیه رو در جریان بذارم نه عزیزم فعلا نه شما برو با صاحب رستوران یه قرارداد ببند زودترم برو که نهار اونجا باشه میخوام فضای فردا نهارمون عین همین امروز باشه اصلا رسول زاده رو با خودت ببر ببین یه همچین جایی واسه فیلم برداری چقدر باید اجاره کنم خسارتش هم باید چجوری حساب آقا این دارسنج خیلی غر میزنه میگه نمیتونه با این سرعت کار کنه خب چی کار کنیم به قاچاقچی بگیم پس فردا بیا آقا میخوایم با خودت صحبت کنی میشه بده بهش آقا کامرانی سلام آقا سلام علیکم آقا اینقدر نگران نباش شما شمارهت رو به من بده من یه عکس برات وایبر میکنم خیلی به کارت میاد این عکس سوژمون نیم ساعت پیش از خودش گرفته فرستاده استانبول که قیافه جدیدشو بشناسه. کار شما رو هم راحت کرده. مثلا خودش کلاگیس گذاشته، ریسیبیل چسبونده. یه جورایی مثلا قیافه‌شو عوض کرده. آره عزیزم. کارش هم اتفاقا خیلی ضعیفه. ببین تو عوارضی زنجان وقتی میخواست پول بده، مسئول باجه بهش شک کرد. ازش پرسید شما بازیگری؟ بعدم میخواست به پلیس بگه که بچه‌ها یه جوری رسیدن و رفع و رجوعش کرده و اینه پلیس را میگرفتش فهمیدی؟ کارت خرابه از شما گیلیمور در نمیاد عزیز من عکسو برام بفرست منم میتونم چیکار کنم شاید بشه از ریش و کلاگیسه خودش برای بدلش استفاده کرد فقط مواظب باشین ریشش رو خراب نکنم باشه مواظب اما اصلا همین الان بکنی بکنه آره ریشش رو بکنی فقط بذارم یه جا که خراب نشه کلاگیسش هم بذارم یه جا که کسی دست بهش نزن باشه بهت خبر میدم باش میگم از اینجا تا مرز چقدر مونده؟ تا مرز؟ نمیدونم فکر کنم 10-15 کیلومتر قول به این چند تا پتو بردن هوا داره سرد میکنه آقا مرسا میگم چرا همه جا از پشنگای واقعی استفاده نکنیم همه جا؟ همه جا که نه منظورم در دیواره که تیر میخوره به جا 4 تا شاشنی گفتم 40 تا درست کنی که دست داره بیده پشنگ چند تا بردی؟ یه 400 تا یا بردم که بیشتر هم لازم میشه نه بابا بس زیاد هم هست دیگه من همیشه واسه دو برداشت آماده هم آخه یعنی چی دو تا برداشت؟ چه کنیم دیگه ترک عادت موجب مرض است سلام بازر کام همین جان کجای پاری؟ این دارسنش کارش تموم کرد؟ میگه صبح اول وقت تبدیل یعنی چه؟ خب چی کارش کنم؟ میگه کار ذوقیه کار ذوقیه ماسکو ساخت؟ نه بابا ماسک هم نساخته هنوز اینجا شراب نداره؟ لامپش ساخته بابا انقدر قیافاشو کج و کوله کرد که ماسکو زایه کرد الان کجاست؟ داری میبریمش اتاقش ول معتن بله؟ به آقات بگو ول معتن کلکا دیگه کهنه شده
موساد این بازی‌ها رو باور نمی‌کنه. می‌شنوین؟ گوشیو بذار رو بلندی تا بشنوی. کلاک خودت قدیمی شده آقای نتانیاهو. می‌خوای به ما تلقین کنی که موساد از مأموریتت خبر داشته؟ نه عزیز من. من که فکر نمی‌کنم کسی جز بنیامینتون مطلع باشه. موساد که هیچی، حتی کسی تو سایرت متکلم خبر نداشته. غیر از اینه؟ چیه؟ ساکتی؟ چطوری همچین خیالاتی کردی؟ واسه اینکه تنها اومدی. واسه اینکه آدمای غیر حرفه‌ای استخدام کردی، آدمای یه بار مصرف قابل حذفو. واسه اینکه اون بنده خدایی که بهت خدمت کرد و کشتی. این بندگان خدا را با خود دوباره اینجا تا بعد از مرز بکشیشون. بفهم بشی. ساکتی؟ واسه این ساکتی چون دارم درست میگم. مزخرف میگی. شاید. شایدم نه. بعد راجع به این موضوع مفصل صحبت کنیم. فعلا بگیر بخواب عزیزم. فردا بعد از ظهر میام پیشت با هم مفصل مذاکره میکنیم. راستی یه چیز دیگه. اون پایگاهی که تو استانبول واسهش پیغام فرستادی تا بیان دنبالت. ما یه ساله که روشون سواریم. فقط چرا باید با داعش تماس میگرفتی؟ چرا به موساد یا سایرت متکل خبر ندادی؟ بازم که ساکتی؟ میگم که مزخرف میگی. شماها رو پایگاه داعش سواریم؟ نه دیگه. با ما بعضیم باش که با خلق جهانی. اون پایگاه داعش واسه عضوگیری از ایران و ترانزیت تروریست به عراق و سوریه درست شده. ما هم هر وقت که اراده کنیم میتونیم از همون استانبول یه راست بفرستیمشون جهنم. اما چرا باید این کارو بکنیم؟ هر کی بخواد اینجا سر ببره و نشه کنه رو میفرستن ترکیه، از اونجا هم تزریقش میکنن وسط بیابونای عراق و شام، جایی که قاسم سلیمانی منتظرشونه. اصلا یه چیز دیگه، تو مثلا 3 ماهه که توسط داعش اسیر شدی، مگه نه؟ پس حتما تو پایگاه استانبول هم بودی. باید شنیده باشی تو ماه سپتامبر یه محموله موشکای تار که با کامیونای ارتش ترکیه میرفت سمت سوریه هیچ وقت به مقصد نرسید. به مقصد نرسید چون چریکای کرد همش رو ثبت کردن. میدونی که اون محموله رو لودا من بودم. حالا تو میخوای بری پیش داعشی ها؟ به من نگو که موساد تو ترکیه پایگاه نداره. غیر از اینه که داداشت بازم میخواست یکی از دانشمنده ما رو ترور کنه تا مذاکرات تعطیل بشه. هیچ ردی هم از خودش به جا نذاره تا بتونه تکذیب کنه اوباما این تکذیبی رو قبول کنه. ساکتی، مزخرف نمیگم. بنیامین تو رو تنها فرستاد چون نمیخواست موساد در جریان باشه. حالا هم هیچ کی به دادت نمیرسه. یه چند وقت دیگه تو رو هم شهید اعلام میکنه، تبدیلت میکنه به پله ترقی خودش. عین کاری که 40 سال پیش با یوناتانتون کرد. فقط ما میدونیم که زندگی کلی هم آرزو داری. اگه بخوای حرف بزنی زیر لفظی هم میدی. ایران کسی که بهش خدمت کرده باشه رو فراموش نمیکنه. حالا برو بگی بخواب عزیزم. تو هم بدتر از ما کسر خواب داری. امیر جان، اتاق آقا رو بهش نشون بده. خودت هم زودتر بیا اینجا. بله. بریم. سعید خانم، ببخشید من خیلی سعی کردم شما رو از این پرده آخر معاف کنم، اما نشد. اگه اون عکس 3 نفره رو نمیفرستاد، من 2 تا از افراد خودم رو جایگزین می‌کردم. اما خب نشد دیگه. خب مگه چی میخواد بشه؟ مهمترین مسئله اینه که همه اون چیزایی که تا حالا دیدین و اون چیزایی که فردا ظهر می‌بینین رو کامل فراموش کنین. کامل و مطلقاً. فهمیدین؟ باشه. حالا کی میگه باشه؟ آقام رو این اصلا حرف تو دلش نمیمونه. ایوا یعنی چی؟ خب نمیمونه دیگه. هم همچین دست کمی از خانومت نداری. ببخشید اما خیلی مهمه که این داستان رو واسه کسی بازگو نکنین، حتی واسه اون جاری خیالیتون. میگم بابا واسه نازگل جون تعریف نکنی. خفه شو بابا. نازگل جون که هیچی با رفیقشه. آقام رو میگم میشه فردا ما رو هم بی‌زحمت بکشید بریم پی کارمون. ببین سعیده که بهش تیراندازی یاد دادم. منم که خدمت رفتم تیراندازی بردم. تو دو تفنگ هم بدین دست ما، تو همین تیر و پی تیر ما رو هم بزنن و خلاص. چطوره؟ هستی؟ پاژن قرمز 2 کابین، ساخت ایران، پلاک ترکیه. آقا این عین جنسه، قیافش هم تابلوه. الان 10 تا مشتری واقعی دارن اون تو غذا میخوره. خانواده هم توشون هست؟ آره، یه خانواده 3 نفره تو سالن پشتی هست. ای بابا، خانواده واسه چی راه دادین اون تو آخه؟ مشکوک بودم، فکر کردم بچه همراهشونه برای پوشش. 10 دقیقه بالا سرتون نبودم. آه
دوغ یا کوکا؟ دوغ و کوکا. هم دوغ هم کوکا. چشم. رمزو گفت. علیرضا اسماعیل قوات داخل شد. عباس مجید دامونه دمه در. من تا یه دقیقه دیگه اونجام. آقا مرتضی کجای شما؟ مرسی آقا. اون شجونه دادش. بخور تا برات بیارم. سلام، مدرک شناسایتون؟ مدرک شناسایی؟ سلام. سلام. ورق شناسایی لطفا. بله حتما. مدرک شناسایی؟ بله حتما. چیزی لازم نداری عزیز جان؟ نه مرسی. بفرمایید. ها؟ پاسپورتتون. تنها بگیرید. بخوام رو زمین. قایم شید. همه بخوابید رو زمین. علیرضا بپا. من نرو. درو ببندید. عباس، از پشت بود. درو ببندید. راه فرار نداری. تسلیم شو. تسلیم شو. داداش تسلیم شو. اسماعیل آشپزخونه. آشپزخونه رو داشته باش. زدمش بیاد. تیر خورد. زدنش. خورده تو سرش. علیرضا دم در باش. درو ببندیم. کسی بیرون نره. آقا ما اینجا سه تا زخمی داریم. درشو بگیر ببین چطور. اینا خونریزی شدید دارن. نمیتونیم صبر کنیم. محمود حرف بزن.
یوهان ناتانیاهو در بازجویی نام 65 نفر از جاسوسان موساد و سایر متکر را لو داد. وقتی قاچاقچی خبر کشته شدن یوهان را به پایگاه داعش رساند، بنیامین ناتانیاهو ترجیح داد چیزی از مأموریت محرمانه برادرش در تهران به موساد نگوید تا به خاطر این خودسری زیر سوال نرود. موساد که یوهان را مرده به حساب آورده بود، به هیچ کدام از جاسوسان او هشدار یا دستور فرار نداد. این 65 نفر در سازمان‌های نظامی، امنیتی و سیاسی ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، یونان و لبنان شغل‌های حساس داشتند و بعضی حتی به وزارت رسیده بودند و 47 نفر از آنها هنوز زنده و فعال بودند. وزارت اطلاعات ایران نام همه جاسوسان موساد را در اختیار سازمان‌های امنیتی کشورهای دوست قرار داد. حالا ما با زانو خوردیم زمین، درد کشیدیم به خودمون، صدامون هم در نمیاد. یهو از اون زیر نگاه کردم دیدم اسلحه هبو گرفته تو دستش. آره دست بوده. دانه نیستم اصلا چیکار بکنم. موچه 40 روز بعد از بازداشت یوهان، 27 نفر در 7 کشور دستگیر شدند. 3 نفر پیش از دستگیری خودکشی کردند. 10 نفر موفق به فرار شدند و 2 نفر در حال فرار کشته شدند. اما 5 نفر هیچ وقت بازداشت نشدند. این 5 نفر در مقام‌های عالی سیاسی و نظامی کشورهای خود بر سر کار هستند. سعیده، میگم این یارو مادر مرده یوهانه 55,000 دلار ما پول داده. 55,000 دلار؟ بله، من علکی به کامرانی گفتم 5,000 تا. 55,000 تا. کجا قایمش کردی؟ لای جلد دیویدیا. دروغ میگی؟ دروغم چی؟ وقتی میگم این بچه اومد داره، یعنی اومد داره. حالا یه پیشنهاد برات دارم. با 5,000 تاش میرم یه مسافرت تو، بقیهشم همین با این یه مرغداری سنتی دیدم میفروشه 100 میلیون، میخریم میایم همینجا زندگی میکنیم. هستی؟ برو گم شو خاک تو سر. سعیده، میگم جدی فکر کن راجبه. این 5 نفر خیال میکنند هنوز برای موساد کار میکنند، اما اطلاعاتی که در اختیارشان قرار میگیرد بی ارزش یا غلط انداز است. یوهان ناتانیاهو هنوز در زندان است و خاطرات خود را می نویسد. جلد اول خاطرات او به زودی منتشر می شود. هر کجا باشم من، هر کجای دنیا، آخرین رویامی به تو بر می گردم. غم دوری مانده جایی از تاریخت با تو.